درود رفقا چطورید خوش اومدید به چستراپیس توی این ویدیو قرار بازی سینا و وحد در مقابل علیرضا فیروزجا رو با هم بررسی کنیم دو قول تاکتیکی شطرنج بازی که قرار ببینیم هم بسیار جذابه و پر از تاکتیک فرض کن دو تا بازی تاکتیکی به تور هم بخورم ببین اون بازی چه شود و خیلی سینا موحد رو با علیرضا فیروز رو هم مقایسه میکنن و میگن علیرضا فیروز جای آینده سینا موحد و قطعا هم این نظر میتونه درست باشه بازیکن نترس تاکتیکی و سنش هم که هنوز خیلی جوانه و آینده بسیار درخشانی رو داره خب این بازی توی مسابقات تایتل تیوزده 2022 انجام شده اما 2022 ی که مثلا 27 دسامبر بوده 3-4 روز دیگه می شده 2023 یعنی در واقع یک سال پیش حدودا این بازی انجام شده و اونجا سینا موحد هم هنوز دوازده سال سن داشته و قولش رو داده بودم این ویدیو رو براتون ضبط کنم الان هم این کار رو داریم با هم انجام میدیم و تفسیر این بازی هم خیلی اذیت کننده بود از خودم خیلی زمان گرفت پر از تاکتیکه بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تنها بازی هم هست که توی دیتابیس شطرنج از علیرضا فیروزا و سینا موحد موجوده اگر سرچ کنید میتونید این بازی رو خودتون هم بعدن تماشا کنید خب توی این بازی سینا موحد با مهره سفید بازی رو با اسب اف شروع کرده گسترش از ها از طرف دو بازیکن سی 4 گشایش انگلیسی جی 6 و جی فیل جی هر دو بازیکن فیل ها رو فی دو میکنن و توی بازی قلعه میرن حرکت دیشیش ساختارهای دفاع هندی شاه رو علیرضا فیروز را برای این بازی انتخاب کرده و دی چهار بازی شده اینجا وارد واریانت دو. دفاع هندی شاه میشیم واریانت کلاسیکش خب میدونیم دو اسب گسترش پیدا میکنه فیل هم از خونه ایدو گسترش پیدا میکنه و سه پیاده در مرکز داره سفید اما واریانت فین که دو فیل سفید این قطر رو داره توی بازی کنترل میکنه اسب گسترش پیدا کرده اسب سیس و علیرضا فیروز را مرکز رو به چالش کشیده توی بازی سینا موحد پیاده خودش رو به خونه بیسه میرونه قطر رو برای فیل باز میکنه رخ اومده به ستون ای و ایس پیاده رو بیشتر حمایت میکنه توی بازی سی شیش داره آماده میکنه دی پنج رو یه جای توی بازی وزیر رو داره باز میکنه توی بازی و سینا موحد فیل رو گذاشته آسه اینجا حرکت فیل بی دو حرکت اصلی فیل آسه داره فشار وارد میکنه به پیاده دیشیش توی بازی اما علی رضا فیروز جا وزیر رو میذاره خونه آب پنج فشار به اسب و فیل همزمان توی بازی سینا موحد با وزیر هر دو رو دفاع کرده توی بازی و حرکت بسیار خوب ای چهار با تمپ این حرکت حمله به اسب اسب جابجا جا شده دی پنج رو هم بازی کرده دیدیم چطور به زیبایی علی رضا فیروز جا مرکز رو به سفید داد و بعد مرکز رو تونست توی بازی به دست بیاره خودش توی این لحظه حرکت فیل دی شیش بازی شده ببینید چقدر فضا داره اشغال میکنه این فیل توی بازی آشیش بازی شده با طرح شاید بی پنج توی بازی اسب به خونه آ چهار اومده اینجا بی چهار حتی آ چهار هم برای جلوگیری از بی پنج سیاه بسیار مناسبه اما اسب آ 5 بازی شده رخ نشسته به فیل فیل جابجا جا شده توی بازی و حرکت h 6 اینجا بازی شده حرکت هایی مثل اسب h 5 هم قابل بازیه برای علیرضا که دو فیل رو میتونه بگیره توی بازی از سفید اما اینجا h 6 بازی شده تعویض پیاده ها در مرکز صفحه اتفاق افتاده فیل حمله کرده با تمپ به وزیر وزیر جابجا جا شده و اینجا وزیر به خونه بیدو اومده همچنان اسب خونه دیدو رو داره محافظت میکنه توی بازی و حرکت بی پنج رو اینجا علیرضا توی بازی انجام داده و سینا موحد همینجا توی بازی اشتباه فاحش رو بچا انجام داده اسب خودش رو به خونه سیسه گذاشته که حرکت بدیه به خاطر حرکت رخ سیشیش فیل و اسب زیر زربن یک مهره رو اینجا از دست میده توی بازی سینا موحد اما حرکت درست چی بوده اینجا؟ خب اسب زیر ضربه باید آسه رو اینجا بازی میکرده وزیر فعال سیاه رو به عقب میرونده حالا اسب سیسه رو بازی میکرده حالا دیگه رخصی شیش مهره نمیبره چون رخصی شیش بازی بشه فیل آ پنج بر میگرده اسب هم توی بازی مشکلی نداره اما علی رزا فیروز جا توی این لحظه حرکت رخصیشیش رو ندیده و به گسترش مهره خودش پرداخته فیل رو گذاشته بی حالا سینا متوجه شده آسه رو بازی کرده وزیر برگشته فیل خودش رو به خونه آ 5 آورده از اچ هفت شاید بخواد از خونه جی 5 استفاده کنه. آ 4 فضا میگیره، میخواد ها رو تعویض کنه. فیل سی 6 داره از پیاده خودش حمایت میکنه توی بازی. پیاده الان هم داره حمایت میشه. اسب اومده خونه دی دو احتمالاً از خونه F4 میخواد توی این بازی استفاده کنه. و حرکت H5 رو اینجا علی رضایی روزجا توی بازی انجام میده. اسب به خونه F4 اومده. حرکت خوب، حمله به رخ. رخ زیر ضربه توی بازی جابجا شده و اینجا فیل به خونه C7 اومده. حرکت رخ سی یک هم وجود داشت برای سفید که حرکت فعالی رخ رو توی ستون باز بازی قرار میداد اما اینجا میخواد تعویز اتفاق بیفته سینا مواعد پیشنهاد تعویز رخ ها رو توی بازی میده و جنگ بر سر ستون آه توی بازی اینجا حرکت خوب برای علیرضا حرکت وزیر ای هشته از رخ خودش هم توی بازی داره حمایت میکنه اما رخ رو گذاشته خونه c و فشار داره وارد میکنه به فیل سینا اما رخ اومده به خونه A7 فیل رو داره دفاع میکنه شاید بعدا روخ ها توی ستون آ دوبل بشن توی بازی اینجا حرکت اچ 4 رو هم علیرضا بازی کرده که داره در واقع از جناه شاه ضعف میخواد ایجاد کنه توی پوزیشن سفید اما حرکتی وجود داشت با عنوان اسب سی پنج اگر اسب رو بزنه خب اینجا فیلش رو توی بازی از دست میده این هم شاخه جذابیه توی بازی اما H4 بازی شده و رخ به خونه سی 1 اومده فشار به فیل ستون باز رو داره کنترل میکنه عرض هفتم رو این رخ داره کنترل میکنه و مهره های سفید توی بازی فعالا تعویز پیاده انجام شده و جی 5 علی رزا بازی کرده حرکت جی پنج علی رزا خوب نیست توی این بازی شاید بازی پرفکتی از دو طرفه نبینیم چون وقت بازیکنها ها کمه اما بازی پر از تاکتیک و هیجان رو قرار شاهد باشیم حتما این ویدیو رو هم لایک کنید اگر دوستش داشتید خب نشسته به اسب توی این لحظه سینا موحد اسب رو گذاشته خونه h5 چنگال فیل و رخ توی بازی و خب رخ جابجا شده و فیل رو توی بازی زده اینجا شاه پس گرفته و حرکت رو ببینید تاکتیک رو ببینید اسب در ای چهار یا خدا قربانی اسب توی بازی حرکت درخشان سینا موحد اسب در ای چهار زده وزیر که نمیتونه بزنه چون اسب داره دفاع میشه توی بازی بهترین انتخاب هم زدن با پیاده است که علیرضا نزده اما اگر که بزنه چه اتفاقی توی بازی میفته دی پنج با کیش همراهه قدرها رو توی بازی باز میکنه خب شاه باید جابجا جا بشه فیل رو هم میزنه اسب زیر ضربه توی بازی و اسب باید جابجا جا بشه حالا مثلا فیل میتونه بیاد بیشیش وزیر زیر ضربه سفید دو فیل داره توی بازی دو تا اسنایپر سفید در مقابل دو تا اسب غیر فعال سیاه توی بازی پیاده رونده داره قطر وزیر رو ببینید اصلا همه چیز اینجا به نفع سفید میشه در لحظه توی بازی علی وارد این لاین نشده و بعد از اسب در ای چهار ما خود علیرضا میدونیم اسب در پیاده خیلی میزنه ها دو بازیکن واقعا تاکتیکی و من خودم لذت میبرم بازی دو بازیکن تاکتیکی رو ببینم اینجا حرکت G4 رو بازی کرده تنش رو نگه داشته اسبه رو نزده توی بازی و اینجا فیل به خونه ای پنج اومده و کیش داده اسب نمیتونه بزنه وزیر اینجا از دست میره و این کیش رو مثلا با اف6 توی بازی دفاع کرده که در واقع شاید انتخاب بهتر شاه g8 بود توی این لحظه با اف6 دفاع شده و اینجا یک تاکتیک بسیار جذاب وجود داره که سینا موحد ندیدتش توی بازی فیل رو سینا گذاشته خونه اف4 نشسته به رخ توی بازی اما تاکتیک چیه؟ اسب دیشیش دیدنش هم واقعا سخته نشسته به رخ فیله رو داره رها میکنه اما اگر فیله, رو بخواد بزنه حالا اسب F5 چنگال همه مهره های سیاه توی بازی اتفاق میفته و وزیر رو توی بازی میگیره اما اگر که حالا فیله رو نزنه وزیر رو بذاره ایشیش جلوی اسب F5 رو توی بازی بگیره خب رخ رو از دست میده خب تعویض میتونه اتفاق بیفته و متریال زیادی توی بازی علیرضا عقب میفته خب فشار زیادی هم به این فیل توی بازی در ادامه این بازی اما توی بازی حرکت F4 بازی شده حالا دیگه اینجا زدن اسب توی بازی خوبه یعنی قابل بازیه اما علیرضا اینجا رخش رو از زیر ضرب برداشته که حرکت خوبی نیست اگر اسب رو میزد دیگه دی پنج, دی, پنج همچنان حرکت خوبیه برای سفید اما دیگه با کیش نیست و اینجا فیل توی حرکت بعدی از دست نمیره شاید بگید فیل مثلا بیاد خونه بی هفت خب رخ میزنتش بخواد بره خونه آهش رخش رو توی بازی از دست میده اما حرکت رخ آهش برای سیاه وجود داره اگر بخواد مثلا رخ فیل رو بزنه رخش رو از دست میده حتی زدن با پیاده هم اینجا قابل بازی است بعدش اسب رو میتونه بزنه اما وضعیت متعادل میشه اینجا حرکت دیشیش باز هم برای سفید توی بازی حرکت قدرتمندیه با تمپ همراه اما بریم سراغ بازی از مسیر بازی خارج نشیم رخ به خونه h 5 اومده و اینجا دیگه از اینجا تاکتیک ها شروع میشه توی بازی اسب رفته خونه C5 اسب اومده به خونه e 8 داره اسب خودش رو حمایت میکنه اسب خونه h 7 هم خیلی خوب نبود توجه کنید سفید دو فیل داره دو فیل قدرتمند که همین باعث میشه برتری زیادی توی بازی داشته باشه و آشمزی که اینجا اسب وجود داره شاهی که توی عرض هفتم کنار رخ وجود داره میبینید مهره های سفید توی بازی بسیار فعال هستند. بریم ادامه بازی رو ببینیم وزیر اومده ای دو فشار به پیاده جی چهار دفاع شده حرکت ای چهار میخواد بازی رو بازتر کنه شاه رفته خونه جی هشت تا توی عرض هفتم نباشه کیش قدرتمند فیل رو داره میخواسته کیش نخوره و اینجا اسب ها تعویز شده و سینام و اینجا ای پنج رو توی بازی انجام داده حرکت خوبیه یه داره قطر این فیل رو باز میکنه یه جاهایی اصلا فیل در دی پنج داره سفید که با هم میبینیم همینجا یه تاکتیک جذاب دیگه هم وجود داشته که سینا موحد باید تاکتیک رو حالا یا دیده یا اگر نخواسته انجام بده حالا اینو نمیدونیم رخ در فیل قربانی تفاوت بعدی درسته اگر که بخواد بزنه وزیر در B5 میزنه اینجا سفید و فشار به رخ فشار به اسب رخ جا به جا بشه اسبه از دست میره کیش هم میبینید نداره چون خونه کیش داره با فیل توی بازی کنترل میشه مثلا حرکت وزیر ایشیش هم اگر بخواد بازی بشه از اسب دفاع کنه از رخ همزمان دفاع کنه پیاده در دی 5 حالا باز یه چنگال دیگه هم اینجا داریم توی بازی و وضع برای سیاه خیلی بده شاید بگید وزیر ای کیش اوکی کیش رو میتونه بلاک کنه بعد از تعویض هایی که اتفاق میفته سیاه یا باید رخ خودش رو نجات بده یا اسب خودش رو همزمان هر دو رو نمیتونه دفاع کنه رخ دیشیش رو میزنه و میبینید فقط یکی از مهره رو میتونه دفاع کنه و وضع سفید خیلی خوبه اما بریم سراغ ادامه بازی حرکت ای 5 توی این لحظه انجام شده و وزیر به خونه ایشیش اومده حرکت خوبیه داره جلوی ایشیش سفید رو میگیره داره در اصل یه بلاکیت انجام میده خودش داره پیاده رو بلاک میکنه توی بازی اما بذارید حرکت دیگه ای رو هم با هم ببینیم مثلا چرا حرکت وزیر ایشیش اینجا حرکت اصلی برای سیاهه مثلا بخواد رخ رو برگردونه اچ 7 چه اتفاقی میافته توی بازی؟ همچنان رخ در c 6 بسیار قدرتمنده توی توی این بازی بسیار قدرتمنده اگر بخواد بزنه حالا فیل در دی 5 با کیشه و شاید بگید رخ ای 6 داره درسته وزیر در بی 5 میزنه چون این رخ قرار نیست جایی بره شاه اگر جا به جا هم بشه حالا اینجا میتونه بزنه توی بازی و مهره سفید بیشترن توی بازی این آخر بازی رو سفیده که میبره برگردیم به عقب به این لحظه وزیر به خونه ایشیش اومده تا از پیاده دی پنج هم همزمان دفاع کنه دیگه حرکت خوبیه رخ اومده به خونه ای آشیش فشار به فیل فیل رو آشمز میکنه به وزیر این هم فیل رو آشمز کرده به رخ یعنی خیلی وضع بده اسب اینجا رفته خونه بی 8 فیل رو دفاع کرده به رخ هم نشسته توی بازی رخ بی ش اسب برگشته تکرار حرکات علی رزا اینجا به مساوی راضیه اما سینا موحده که به مساوی راضی نیست عرض هفتم رو حالا به خوبی داره توی بازی کنترل میکنه و اسب اومده به خونه D7 تا بلاک کنه رخ رو توی بازی حالا رخ c دو بازی شده اسب رفته به خونه اف 8 و اینجا رخ تا خونه سی 5 هم اومده اسب فشار وارد میکنه به فیل اما وزیر فیل رو دفاع میکنه و تصمیم گرفته نزنه زدن هم قابل بازیه اما اسب برگشته میخواد برگرده عرض هفتم رو دوباره کنترل کنه توی بازی فیل اینجا به خونه G5 اومده قطره بسیار خوبی رو حالا فیل داره توی بازی کنترل میکنه وقت های ها رو هم بچه ها ببینید 8 ثانیه 17 ثانیه دو بازیکن وقت کمی دارن توی بازی و فیل حتی تو خونه F4 هم پایگاه میتونه بزنه همین قدر رو نگه داره تا آخر بازی برای سفید که قطر خیلی خوبیه اسب رفت خونه دی هفت توی بازی چرا؟ چون حرکت رخ ای هفت خیلی حرکت خطرناکیه حمله به وزیر با تمپ و با اسب بلا کرده مسیر رو رخ برگشته توی بازی و شاه به خونه ای اف هفت اومده دوباره فشار به فیل شاه رفته به خونه g6 فشار وارد میکنه به این فیل توی بازی میخواد با رخ بزنه توی فیل و به همین دلیل فیل اومده خونه E4 اسب حالا دوباره داره فیل رو توی بازی حمایت میکنه دوباره تکرار حرکات رو داریم خیر رخ رفته خونه A7 دوباره اسب اینجا به خونه D7 اومده و باز هم میگم داره جلوی حرکت اسب رخ 7 رو توی بازی میگیره اسب دی 7 و حرکت بی 4 پیاده بی 5 رو توی بازی فیکس کرده رخ اومده به خونه H8 میخواد بکوبه توی فیل چون فیل خیلی قدر خوبی رو داره کنترل میکنه خب توی این لحظه حرکت رخ آشیش فشار به این فیل توی بازی دوباره از رفته خونه بی 8 دفاع میکنه از فیل حمله میکنه به رخ رخ هم جابجا جا شده توی بازی کوبیده اینجا توی فیل و وضع سفید خیلی خوبه اینو که باید بدونیم متریال جلو یک تفاوت توی بازی پیشه اسبه زیر ضربه اما سینا موحد اینجا اسب رو توی بازی نزده قابل بازی بهترین حرکت بازی هم زدن اسبه چیکار کرده اینجا وزیرش رو گذاشته خونه F4 توی بازی و در واقع این اسب گیر افتاده یعنی اگر که اسب بلندشه فیله میره توی بازی چون اسب داره فیل رو دفاع میکنه و نمیشه بلند حتی حرکت رخ وزیر سی 8 هم جواب نمیده با رخ میکوبه توی اسب بعد از که زد رخ در فیل با کیش شاه جابجا بشه پیاده بعدی هم میره توی بازی توجه کنید مثلا شاه اینجا بیاد وزیر G5 کیش رخ رو میبره شاه اینور بیاد اینم با کیش میره اینجا مات در پنج حرکت این وضعیت توی بازی چه اتفاقی افتاده وزیر اومده به خونه دی هفت از این آشمزی خودش رو بلند کرده اسب اما قابل دفاع نیست همچنان اسب رو نزده ایشیش بازی کرده سینا و واحد و توجه کنید اگر اینجا پیادر هم بخواد بزنه وزیر در اسب توی حرکت بعدی فیله میره و وز خیلی بده برای علی رضا. اما وزیره رفته پشت پیاده و توی این لحظه سینا موحد اسب رو هم زده و علیرضا فیروز را توی این لحظه از بازی انصراف میده یک ثانیه هم وقت داره متریال زیادی هم عقب همینجوری یک رخ توی بازی کمتر داره و این تنها مشکل سیاه هم نیست در اصل فیل زیر ضربه فیله رو میخواد چیکار کنه مثلا فیل تو خونه بی هفت شاید وزیر داره دفاعش میکنه اما رخ سی هفت فیلر رو هم میگیره توی بازی اگر که میگید مثلا فیل ای 8 حرکت‌های بسیار زیادی وجود داره رخ سی 8 همچنان فیل رو میبره توی بازی رخ سی 7 هم بسیار قدرتمند توی این بازی حمله به وزیر و مثلا وزیر اگر به خونه اف 8 بخواد بره حالا رخ اف 7 با فیل بخواد بزنه وزیرش میره با وزیر بخواد بزنه که با پیاده میزنه و یک وزیر هم توی بازی کمتر داره اینجا و این وضعیت کاملا قابل انصرافه حتی همچنان تاکتیک وجود داره بازی تموم شده تاکتیک ها تموم نشده فیل در دی پنج میتونه بزنه پس بگیره اینجا کیش وزیر مات در هفت حرکت این وضعیت و فیل رو هم توی بازی میگیره امیدوارم که از این بازی لذت برده باشید توی حرکت شستم توی این لحظه علیرضا فیروز را از این بازی انصراف داده میخوایم جدول رو هم با هم ببینیم نظرتون رو راجع به این بازی حتما بهم بگید دو تا قول تاکتیکی شطرنج به هم خوردن بازی که فوق بود من این بازی رو خیلی دوست داشتم امیدوارم شما هم لذت برده باشید بریم جدول جدول تایتل تیوزدی که همین مسابقات توش برگزار شده خوز ادوارد و مارتینز اول شده حالا اینا رو ما کاری نداریم سینا موحد دوازدهم شده توی این تورنمنت با هفت برد دو مساوی و دو باخت آمار فوق است توی سن دوازده سالگی دوازدهم تایتل تیوزده شده و علیرضا فیروز جان بچه از این تورنمنت لفت داد برای همین رتبهش یه ذره پایین تر شده Uh, 132 شده به خاطر اینکه دو باخت پشت سر هم داده و چهار بازی نهایی و بازی نکرده اگه اون چهار تا بازی رو انجام میداد تاپ 10 میشد حتما uh, یا حداقل تاپ 20 میشد اما دیگه چون علیرضا فیروز رو برای تاپ تیری بازی میکنه تایتل تیوزدی و دیگه اینجا دیده دو تا باخت پشت سر هم داد و دیگه تورنمنت رو لفت داده باخت اولش در مقابل گاتاکامسکی بوده همین بازیکنی که توی مسابقات روئن فرانسه هم بازیش رو پوشش دادیم بازیکن بسیار قدرتمندیه و چهار برد یک مساوی دو باخته پشت سرم و دیگه ادامه نداده و توی این تورنمنت سینا موحد دوازدهم میشه حرف دیگه ای نمیمونه نظرتون راجع به این بازی به هم بگید اگر ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید به شطرنج علاقه مندی چستراپیس رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجمون رنجمون شه من, من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینمتون